بدن ما رازهای زیادی رو پنهان کرده. مطمئناً تا به حال حداقل یک بار به این فکر کردین که چرا سکسکه میکنیم یا چه تعداد پشه لازمه تا همه خونه یک فرد رو بخورن. همه اینها و بسیاری سوالای دیگه جوابهای علمی دارن. تو این ویدیو حقایق جالبی درباره بدن انسان رو مشاهده میکنین که احتمالاً بیشتر اونها رو نمیدونستین. انسان و حلزون اشتراکات زیادی دارن. انسان‌ها و حلزون‌ها ویژگی‌های مشترک زیادی دارن که در نگاه اول فکرش رو هم نمی‌کنیم. دی ان ای ما 70% به حلزون شبیهه. مدت‌ها پیش همه حیوانات مثل گیاهان یک جد مشترک داشتن. انسان و موز دی ان ایشون 50% شبیه همه. بنابراین انسان 50% موز و یا شاید 40% خیاره. همه موجودات زنده روی زمین به نوعی بستگان هم هستند. یعنی در نقطه‌ای از زمان مسیر تکامل ما از هم جدا شده. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. بعضی از افراد یک دنده اضافه دارن. از هر 200 نفر یک نفر با یک دنده اضافه به دنیا میاد. پزشکان اونو دنده گردنی مینامن که بالای ترقوه قرار داره و تقریبا هیچ وقت هم فرد رو آزار نمیده. دستگاه‌های خودپرداز بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شدن. اما واقعا چند نفر بعد از استفاده از اونها دستشون رو ضد عفونی میکنن؟ آزمایش‌های باکتری شناسی نشون میده که دستگاه‌های خودپرداز و توالت‌های عمومی به یک اندازه کثیف هستن. روی کیبورد این دستگاه‌ها باکتری‌های مضری وجود داره که برای سلامت انسان خطرناک هستن. پس به خاطر حفظ سلامتیمون هم که شده باید بعد از استفاده از این دستگاه‌ها حتما دست‌هامون رو ضد عفونی کنیم و بشوریم. آیا میدونستین ناخونهای دست سریعتر از ناخونهای پا رشد میکنن؟ ناخونهای دست سریعتر رشد میکنن چون بیشتر با نور آفتاب تماس دارن. همچنین ناخونهای دستی که با اون کار میکنین سریعتر از ناخونهای دست دیگتون رشد میکنن و بلندترین ناخون همیشه روی انگشت وسطه. علاوه بر این هرچه انگشت بزرگتر باشه ناخونش هم بزرگتره و هیچکس هم نمیدونه که چرا. یه حقیقت جالب این که سکسکه از اجداد باستانی ما به ارث رسیده. سکسکه میراث اجداد دور ماه که حدود 370 میلیون سال پیش زندگی میکردن. اونا تو اقیانوس شنا میکردن. بنابراین بدنشون هم آبشوش داشت و هم شوش. هنوز هم ماهیایی تو استرالیا وجود دارن که میتونن با این روش تنفس کنن. با کمک مکانیزمی که ما اونو سکسکه مینامیم اجداد ما از شوشهاشون در برابر ورود آب محافظت میکردن. آیا میدونستین میتونین سیر رو با پاهاتون بخورین؟ اگه به کف پاتون سیر بمالین مزه و بوی اونو بعد از 30 دقیقه توی دهانتون احساس میکنین. این به خاطر آلیسینه، یک ترکیب ارگانیک که در عمل تخریب مکانیکی سیر اتفاق میفته. آلیسین میتونه از غشای سلول نفوذ کنه، در جریان خون حرکت کنه و به جوانه های چشایی برسه. به همین دلیل کسایی که سیر دوست دارن نه تنها دهانشون بلکه کل بدنشون بوی بدی میگیره، چون بو توی خونشون حل میشه. یک انسان میتونه غذای 1 میلیون پشه باشه. بدن انسان خون کافی برای تغذیه 1.2 تا 1.4 میلیون پشه رو داره. همه چیز به قد و وزن قربانی و همچنین میزان گرسنگی حشرات بستگی داره. یک پشه در یک بار نیش زدن حدود 3000 میلی‌لیتر خون رو مصرف میکنه. بنابراین یک ارتش بزرگ پشه برای خوردن کل خون بدن انسان لازمه. البته چنین اتفاقی هم بعید به نظر میرسه. یه نکته جالب این که وقتی افراد مجبورن به دستشویی برن دروغ‌های قانع کننده تری میگن. افرادی که مثانه‌شون پره بیشتر دروغ میگن. میل شدید به دستشویی رفتن باعث میشه فرد روی کنترل خودش بیشتر تمرکز کنه و بنابراین دروغ‌های قانع کننده تری بتونه بگه. علاوه بر این اونا سعی میکنن از حرکات اضافی اجتناب کنن. به همین دلیل کارشناسان معتقدن که دروغگوها احساسی مثل عجله داشتن برای رفتن به توالت دارن. میدونستین هرچی ضریب هوشی فرد بالاتر باشه خوابهای جالبتری میبینه؟ دانشمندان ادعا میکنن که افراد باهوش خوابهای واقعا جذابی میبینن که طولانیتر و واضحتر از خوابهای افراد با ضریب هوشی پایینه. اما اگه یادتون نمیاد که شب قبل چه خوابی دیدین نگران نباشین، بیشتر افراد خوابشون رو به یاد نمیارن چون هر رویا به طور میانگین تنها چند ثانیه طول میکشه. و نکته جالب دیگه این که ریه راست بزرگتر از ریه چپه. حجم و اندازه ریه ها کاملا متفاوته. این به دلیل محل قرارگیری قلب هست. ریه راست سنگین تر و بزرگتر از ریه چپه تا جای کافی برای قلب وجود داشته باشه.